میشه. این رفیقمون داشت به تو ایراد میگرفت، نقد میکرد تو رو، یهو دیدم اون پایینی. یه بار دیگه اون نقد تو به امید دانا بگو تا خودش پاسخ تو بده. شنیدم عیزم، شنیدم. خب بگو. فکر کنم امید الان تو چیز سالن ماساژ نه الان آقای ام دوست عزیزمون میکروفونشون باز بود، میکروفون آقای ام رو ببندم. ببین من فردا چون برنامه دارم، پروفایلش خوندی امو؟ امو بذار ببینم پروفایلش چیه. از دوستدارانو بله میشناسم، بله از هوادارانم، دمشون گرم. ببین من فردا برنامه دارم، راستش تو اتاق تحریریه خودمون داشتیم الان دیگه برنامه فردا رو جمع میکردیم. امشب من با یه غزلی مناظره دارم دوباره، نمیدونم چرا خسته نمیشه ایشون دیگه، کیسه بوکس شدن تو تلویزیون آیه شهرام همایون. ولی یه چیزی که وجود داره اینه که صحبت این دوستمون رو شنیدم. ببین اساسا خب نظرشونه دیگه، حق دارم. ببین من یه آدمی ام که پابلیک دارم کار میکنم، ایشون هم میتونه نظر بده، همه میتونن نظر بدن، تا زمانی که نظرات اینقدر ربطی به حقایق میدانی نداشته باشه و تو اون دست داستان جنگ شناختی واقعیت موجود رو نتونن دوستان تحلیل کنن. که واقعیت موجود ببین، جمهوری اسلامی سرباز که چرس کنم، یک راننده تانکه، تانکی سوار شده به اسم اسلام و توپایی که از اون تانک داره شلیک میکنه شریعت اسلامیه. 44 سال شریعت اسلامی زندگی این مردم رو نابود کرده، 8 میلیون نفر خارج اومدن و حتی با خودشون رو دروایسی دارن، میگن به خاطر کار اومدیم. مسلماً کار کردم برای یک بخش نخبه هم قضیه جدی است، به خاطر تحریمایی که ایران داره بخش نخبه شاید نتونه اونجوری که باید و شاید تو ایران به اون شغلها برسه. ولی وقتی که شما این تعداد قابل توجه ایرانی میاد بیرون از ایران و رستوران میزنه یا کارگری میکنه، اینا شغل‌هایی نیستش که بگی به خاطر کار اومدم، این شغل‌ها تو خود ایران هم میتونه انجام بشه. بنابراین مسئله اول ایرانیایی که خارج از کشور اومدن اتفاقا بابت فرار از شریعت اسلامیه، بابت اینکه راحت برن دیسکو، راحت همسرشون بی‌حجاب باشه، راحت تو این حوزه. مون تا ببین اینقدر این فضا عجیبه که طرف با خودش رو دروایسی داره، یعنی حتی خودش به خودش روش نمیشه بگه که آقا من به خاطر اینکه حجاب نداشته باشم، من به خاطر اینکه یه دیسکو میخوام برم، یه استخر مختلط با همسرم میخوام برم، حتی با خودش این خجالت داره. من یه آدمی ام که با خودم هیچ وقت خجالت نداشتم. ببین 8 میلیون ایرانی، یه بخش حالا محدودی نخبه داریم که بله در سطح ناسا و اینا رفتن، بله اونا میتونم بگم به خاطر شغله، ولی همه اینجوری نیستن. کسی که رستوران، ببین شما شغل اول ایرانی ها تو اروپا دیگه یا رستورانه یا دندون پزشک. خب آقا اینا چیزاییه که تو خود ایران هم داریم دیگه، دیگه محدودیت شغلی نداریم که. پس مشکل شریعت اسلامی است، شریعت اسلامی موشک یا توپی است که جمهوری اسلامی از طریق تانک اسلام داریم میزنه. حالا حرف من اینه، شما با کلاشینگوف که اگه دستتون باشه راحت‌تر میتونی اون راننده تانک هدف قرار بدی بزنی، یا اینکه با یه دونه آر پی جی خیلی راحت‌تر میتونی خود تانک رو بزنی. عزیزم مشکل شما تو این مملکت اسلامه، گور بابای جمهوری اسلامی 44 سال اومده. شما یه تاریخ تو این 1400 سال نگاه کن، از زمانی که این اسلام اومده شما 9 قرن فلات ایران از هم پاشیده، تا اینکه شاه اسماعیل صفوی اومد، حالا فلات ایران بخشیش تونست، تازه نه اون فلات اصلی ایران، بخشیش تونست زیر یک پرچم جمع بشه. یعنی شما 9 قرن درگیر با اسلام، بعدش هم در تمام این سالها هر کار سازنده‌ای که قرار شد انجام بشه جریان اسلامی جلوشو گرفت. همین امروز میگن چادر حضرت زهرا. شما 100 سال پیش زمانی که بیچاره رضا شاه خواست یه شناسنامه برای این مملکت بیاره، همین جریان مذهبی و مصیبت ها سر دادن که وای آقا کجایید که قرار ناموستون رو ثبت کنن. یعنی شما همیشه مکانیزم اسلام در تمام این 1400 سال جلوی پیشرفتت رو گرفته، جلوی روند پیشبرنده کشور گرفته. حالا شما با خودتون رو دروسی دارید، بالا پایین میکنید و درکی از مسئله اسلام ندارید، حتی نمیدونید سکولاریسم شکست میخوره از اسلام، نمونه میارید از اروپا و درکی از این ندارید که در اروپا اگر سکولاریسم امروز جواب داده بابت عدم وجود گسترده مسلمانان در اروپا، یعنی از نظر هژمون انسانی و کمیت این هنوز
به یک بالانسی نرسید در اروپا. به محضی که مسلمانان از نظر هژمون انسانیشون، از نظر کمیت تعدادشون بالاتر بشه، مسلماً سکولاریسم شکست میخوره. شما باید بری به سمت لایسیته. من حالا طرفدار لایسیته نیستم، ولی شما شناختی از پدیده‌ای موجودی به نام اسلام نداری. کافیست که این عزیزان مسلمان دهن وا کنن تا شما بفهمید اینا چقدر تمامیت خواهن، چقدر توتالیتر هستن، در چه میزان در یک توهمی، در یک جهل مرکبی هستن که فکر میکنن خدا باهاشون صحبت کرده، قرآنی داده و خداوند بهشون گفته که این شریعت رو باید انجام بدید. اگه شما با این پدیده طرفی، باید این پدیده رو از بین ببری. شما نمیتونی با سوسک زندگی مسالمت آمیز داشته باشی. همینو میگن که خدا در قالب عیسی اومده، باشون صحبت کرده، کتاب دارن. حل شده. ببین مسیحی‌ها لب و دهنن. مسیحی هر چی دلش میخواد بگه، مسلمان هم هر چی میخواد. والا الان بیزه پرستا و آلت پرستای مردانه یا زنانه در شرق آسیا هم هر چی دلشون میخواد بگن. من خودم تو منطقه برنابی ونکوور با گاو پرستا، چون یکی از این گاو پرستا ماشین ما رو تعمیر میکرد، بخش جدی هندی هستن، در منطقه برنابی ونکوور با گاو پرستا ما مراوده داشتیم. منطقه اونا لب و دهنن. جریان اسلامی لب و دهن نیست. تنها پیامبری که اینجوری اومده، پیامبر واقعی، چون بقیه پیامبران این داستان‌های الوهیم سامی که اینا داستان افسانه‌ن، موسی افسانه است، مثلا سلیمان افسانه است، جز پیامبران واقعی که عیسی واقعی بوده، محمد واقعی است، این اومده حکومت تشکیل داده. 25 بعد شما تو خود انجیل و خود تورات که از این بحثای مکانیزم قدرت یا حکومت داری که نداری. شما تو قرآن 25 تا سوره گرفتن قدرت داری. بنابراین اینا هرچی دلشون، الان شما همجنسگرا هر چقدر دلشون میخواد اینجا الان کلوب دارن، برن هر کاری با خودشون میخوان بکنن، به من چه؟ کسی در خونه من نیومده مزاحم شه. مشکل اونجاست که اینا هرچی بگن، چه درست چه غلط، میان و میخوان تحمیل بکنن. و اسلام باوری نیست و نفهمیده، باوری نیستش که در چارچوب تبلیغ و ترویج باشه. ببین عرصه فکر عرصه تبلیغ و ترویجه. این جماعت در این جنگ شناختی تبلیغ و ترویج نمی کنن، تحمیل می کنن. اینجا همه مشکلات پیش میاد و این در ذات اسلامه. ببین شما الان مثلا یه مادر منم مسلمان، فعلا نیومده تحمیل بکنه. خب این اگه خوبی هست از خودشه، ربطی به اسلام. آقا اگر خوبی در مسلمانان می‌بینید، هم اومد کنار دست. بله درود بر بانو ماندانا. ببین شما اگر خوبی در اسلام، همین بانو ماندانا، اگر خوبی در این بانو ماندانا می‌بینی به خودش مربوطه، این ربطی به اسلام نداره. هر ایرادی هست در ذات اسلامه. خب شما برای این پدیده آگاهانه بر اساس رئال بری جلو. منتها خب وقتی که شما رهبران این فضا فاندگیر هستن، یعنی شما الان خانم شادی امین چون بتونه فاند بگیره، نصف بچه های جنبش زن زندگی آزادی رو همجنسگرا معرفی میکنه. چرا خانم شادی امین این کارو میکنه؟ میخواد بگه بله جریان همجنسگرایی من بلده در ایران، بره فاندشو بگیره. رضا پهلوی هم همینه که این دوستمون میگه. برای همین این رهبران این فضای اپوزیسیون نیومدن کار فکری بکنن، همشون اومدن یک تحلیل مهندسی شده رو بر اساس توتی تقلید کردن. هم از رو دست همدیگه این تقلید رو بردن جلو. برای همین ما شاهد یک اسکولیسم سیاسی الان هستیم که الان در این فضای کلاپوس دیگه در اوجشه. فکر نمی کنه، با خودش میگه که خب آقا ما بر هر کی هر عقیده ای داره احترام بذاریم. خب خیلی قشنگه تو کافی شاپ هم بشینیم با همدیگه یه کاپیچینو بزنیم، اینا رو به همدیگه بگیم. اینا حرفای ببخشید دوران نامزدیه، اینا حرفای دوران دوستی با یه دختر یا یه پسره که وقتی جنس مخالف با همدیگه جذابه قربون صدقه هم برن. در دنیای رئال اینگونه نیست. جریان اسلامی همه چیز تو ازت میگیره. اونا میدونن دارن چی کار میکنن. اون اومده همه چیز کرامت انسانی تو رو بگیره و ما جماعتی که الان آسیب دیدیم به خاطر رهبران غلطی که داریم دچار یک اسکولیسم سیاسی هستیم و همچنان داریم یک سری از ارزش‌های غربی که البته بخشش نتیجه داده به خاطر نبود مسلمانان در اروپا، حالا این هژمون مسلمانان بره بالا، کل این ارزش‌های غربی از بین میره. میگم امید جان، چون میدونم وقتت کمه، نوشتی برام وقتت خیلی کمه، یه روحانی اومده رو استیج، فکر کنم میخواد با شما صحبت کنه. میخوای باش صحبت کنی؟ بله صحبت که البته این دوستمون الان میخواد همونه بگه دیگه، ما آدم و هوا، خدا، فلا، این شریعت اسلامی. نمیدونم شاید هم روحانی نباشه، شاید هم فیش باشه. دو ساعت بعد اولش آیات قرآن رو برای من بخونه
که بعد آخه حرف زدن با جماعت مذهبی امروز فایده نداره. ما باید با نیروهای خودی صحبت کنیم، سازماندهی کنیم نیروهای خودی. اول ببین اون جریان مذهبی، ببین اینا یه فرقه، اسلام یک فرقه است، جریان شیعه یک فرقه است که کرامت انسانی رو در حد قفل و زنجیر کردن بر دختر رو بر خودشون میکنه و میگه من سگ امام حسینم. یعنی ببین شما درجه انسانیت رو در سطح یک سگ بودن تقلیل میده. همین الان پدر آقای روح الله عجمیان سند در اومده که درخواست پژو پارس کرده. بچه برای اینا هیچ ارزشی نداره. این جماعت مسئلهشون روشن شد. من پاسخم به اون دوستمون جناب نیما بود که داشت یه چیزایی میگفت که این حرفا، جناب نیما دوست عزیزم، من اون روز با آقای دوست عزیزمون آقای باستانی هم گفتم شماها بچهای وطن پرستی هستید، قلبتون پاکه، ولی قلب پاک و وطن پرست بودن صرفاً به درد این مملکت نمیخوره. شناخت و عمق پیدا کردن در حوزه سیاسی به درد میخوره. دعوایی که من با رضا پهلوی دارم برای اینکه سیدی عظیمی از هم مردم رو در یک اسکولیسم سیاسی در حقیقت فریز کرده. به جای این حرفا یه مقدار به خودت عمق بدید، ببین با چه جای شما همین آقای امیدخان با... یک بگم از من چیز ببین، از من بیشتر از اسلام بدت نمیاد. من از روزی که زاده شدم بابا یه آدم ضد اسلام منو برابر که یعنی ماشین تو ایران ماشین نو میگرفتی مثلا سمند و پرا تو سی جزء قرآن میذاشتن دیگه. بابای من دهنمو جر میداد کی 20 سال پیش. اینو خواستم بگم که بدونی من من با شخص کار ندارم، با خروجی کار دارم دیگه. با حرفات ببین ببین آقا شما فقط دارید رضا پهلوی رو میزنید. شما مثل میمونه، شما حرفت میمونه مثل چی میمونه؟ ببین نیما جان مثل میمونه بگی یه ماشین بنز دارم. نیما جان مثل میمونه بگی یه ماشین بنز دارم، ولی این ماشین بنز رو من دلم نمیاد بیارم تو خیابون. اون ماشین بنز به درد نمیخوره اون موقع، یه حجم تو پارکینگه. شما اگه اسلام ستیزی از اسلام بدت میاد ولی فعالیتی توش نداری، این به درد نمیخوره. که چرا فعالیت شما کجا میدونی من فعالیتی ندارم؟ من چه میدونم، من الان حرفاتو دارم میشنوم. خب بعد آخه من یه شما اینو باور نداری که مردم باورشون شکسته الان تو این و تو این بحر از زمان؟ خیلی از مردم باورشون شکسته الان دیگه به اسلام اعتقاد ندارن، به دین. خب نتونم دیگه بعد این بریم سمت آگاه. ببخشید صداتون قطع و وصل میشه. شما میگید که مردم اعتقاد ندارن به اسلام، منم همینو میگم. بعد بس الان بریم اینو قشنگ سازماندهیش کنیم، نوک پیکان حملاتو جدی تر بگیریم علیه جریان مذهبی. ببین شما آقای این آخوند آملی جز آخوندهای روشنفکر جریان شیعه است که زنش هم جز کسانی که یه بارم ازدواج کرده دمش گرم، همسرش هم مرد وایساد گریه کرد به عنوان یه آخوند که این ارزشمنده که اینقدر وفادار به زنش. همین آدم وقتی که هوادارانشون رو جمع میکنه تو مسجد میگه آقا داره آموزش میده، میگه زن بی حجاب اگر اومد از شما خرید کنه تو مغازتون، شما حتی اگر نمیخواید امر به معروف کنی با نگاهت انزجار قلبی باید بهش داشته باشی. یعنی تو با یه پدیده ای طرفی که رهبرانش آموزش حتی انزجار قلبی مسلمانان را برای مردم صادر میکنن، بعد شماها توی عالمه مثلا اینی که هستید که آقا ما با هم دیگه پولاریسم داشته باشیم. عزیزم پولاریسم با جریانی که دنبال انزجار قلبی به شماست شوخیست. من دارم فقط حرفم اینه با شما، شماها درکی از کسانی که جلوتون وایستدن رو ندارید. برای همین تا زمانی که ما یاد نگیریم نسبت به قشر مذهبی این خودش معکوس سازی کنیم، این خودش مقابل با مس کنیم، 44 سال که چی 440 سال دیگه هم طالبان و داعش و جمهوری اسلامی حکومت میکنن بر این مردم. امید جان اگه اجازه بدی شما باید انزجار قلبی داشته باشی. شما الان من ماندانا جان شخصش رو دوست دارم، ولی اگر شما تا زمانی که به افرادی به مانند ماندانا عزیز و دوستانی به این شکل انزجار قلبی نداشته باشی، اندر خم یک کوچه اید. یعنی این مسئله رو من چالنجی بین شما و آقای مهدی صورت بگیره، شاید دوستان بیشتر این وسط چیز یاد بگیرن. من در خدمتتونم، بفرم بروش خدا وکیلی. اجازه بفرم نیما، اجازه بفرمایید خانم، خانم حجتی اجازه بفرمایید، خانم حجتی اجازه، شما نوبتتون نیست خانم حجتی عزیزم. آقای مهدی بفرمایید. خانم حجتی ببخشید، عرض سلام خدمت همه دوستان. من اولا تشکر میکنم از آقا کوروش. من یه بار تو دو سه بار یعنی چند بار که اومدم آقا کوروش صحبت میکردم انصافا لذت بردم. رگه هایی از منطق، ادب و درستی در سخنان آقا کوروش دیدم.
آقای امید دانا هم اینجوری که فهمیدم بسیار علاقمند به مطالعه هستند و مطالعات خوبی دارند و بیان خوبی هم دارند و انصافا جا داره که آدم بیاد بشینه و گوش بده. آقای امید دانا یک سوالی داشتم. گفتید که امشب با دکتر خزعلی مناظره دارید، حالا من انشالله سعی میکنم حتما گوش بدم. آقای دکتر خزعلی رو از لحاظ علمی در چه حدی میبینید؟ ضعیف میبینید؟ قوی میبینید؟ آیا در حدی هست که بتونه با شما مناظره کنه یا نه؟ ببین عزیز، این که آقای خزعلیه، حضرت علی و محمد و اللهش هم من در این حوزه اصلا کسی بگه من ذره‌ای به این مسائل اسلام اعتقاد دارم بنده علمی نمیدونم، ولی ایشون چون چهره شناخته شده ایست از اون منظر بعضی قضیه برای من فرق داره. ولی از نظر علمی خود الله بی سواد عالمه، چه برسه به آقای خزعلی یا حتی خود شما. بفرمایید، در خدمتم. در مورد الله که برای شما شناخته شده نیست، حالا در آدمایی که ما میبینیم، یعنی شما میگید آقای دکتر خزعلی سواد زیادی نداره و اساسا میگم الله هم سواد نداره. ببین قربان، الله هم با اون قرآن سوادش رو نشون داده دیگه، الله قرآنش هست، ما داریم بهش میخندیم. خود الله سواد نداره، چه برسه به آقای خزعلی که پیرو اللهه. بفرمایید. آخه میدونی چیه، من همیشه وقتی مثلا میخوام برم مناظره کنم یا بحث بکنم، دوست دارم یه آدمی رو مثل یه کشتیگیری که میره یه آدم قوی رو، خب بعد دوست دارم با یکی مناظره کنم که قوی باشه، بعد زمینش زدم ارزشش رو داشته باشه. اگه آدم بی سوادیه به نظرم خیلی هنری نیست بخوای شکستش بده. در دنیای اسلام هیچ کی سواد نداره، فقط بحث چهره مثلا آقای رائفی پور یا آقای حسن عباسی یا جناب مهدی خزعلی، اینا نسبت به شما شناخته تر شدنن، یعنی سلبریتی این جریانن. ولی در دنیای اسلام کسی سواد نداره. منتها مشکل چیه در دنیای اسلام؟ این ببین، شما الان تو خونه ما مگس و سوسک میان، اینجا تابستونه دیگه، هوام گرمه، مگس و سوس که ارزشی نداره، ولی وقتی که میاد تو خونه تو مجبوری باش مقابله کنی. ما امروز مقابلمون با این جریان اسلامی به مانند شما، نگاهمون به قضیه اینه، چون جریان مذهبی حشرات موذی هن. شما آمر به معروف رو نگاه کن، میفته پشت طرف، رو سریتو بذار. دقیقا نقش اون مگسه، کسی دلش نمیخواد با آمر به معروف درگیر شه، ولی اون به مانند یک سوسک و یک حشره موزی مجبورت میکنه که حشره کش برداری، مجبورت میکنه مگس کش برداری. یعنی قضیه اینه، وگرنه از نظر علمی کسی که بگه آقا خداوند اومده سوره تحریم و برای مسائل نفسانی و شهوتی پیامبر نازل کرده، که آخه ما نمیتونیم بحث علمی داشته باشیم، که اصلا علمی که شوخی، اسلام و علم، الله و علم، نه، بس بر سر شناخته شدن آقای خزعلی، آقای رائفی پور، آقای حسن عباسی و غیره است که ما مجبوریم با سردسته های این جریان حشرات موذی وارد یک بحث دیالوگ بشیم، وگرنه علم که اصلا جایگاهی نداره در اسلام. در خدمتتونم. بفرمایید. درست، از این دیدگاه که شناخته شده هستن و ما شما میخواید روشنگری کنید و به قول زبون خودمونی پتشون رو بریزید روی آب، بله منطقی هست که باش بحث بکنید و اشکالاتش مشخص بشه. ولی من توصیه دوستانه به شما دارم، هیچ وقت حتی با دشمنتون، با مخالفتون، با هر کس، با این گونه ادبیات که مثلا حشره فلان اینا، با اصول انسانی و جامعه‌ای با واژه حشره مشکل دارید، درسته؟ من اینجا خیلی بحث خوبی شد، شما با این واژگان مشکل دارید؟ بفرمایید. این واژگان در درود به شرفه، درود به شرفه، درود به شرفه. چرا مسلمونی پس؟ چون من ادبیات قرآن رو دارم به کار میبرم. بالای 120 مورد حشره و مگس و حشره مثل پشه و غیره رو الله به مخالفین خودش نسبت میده. شما با این قضیه مشکل دارید؟ من به احترام شما به مخالفینم هنوز زنازاده نگفتم، ولی قرآن در سوره قلم آیه 11 تا آیه 13 به من مخالفش میگه زنازاده. شما چطور کتابی رو قبول داری که
الله با لحن تحقیر تمامی منتقدین و تمامی کسانی که قبولش ندارن و انواع اقسام نامهای حیوانات و انواع اقسام تهمتی که اینا کر و کور و لال و بیشور و نفهم و زنازادن رو میگن. چطور با اون بخش ادبیات؟ من دارم با ادبیات قرآن، تازه ادبیات قرآن رو نصفش رو سانسور کردم تو ادب. من ادبیاتم متناسب با ادبیات قرآنه. شما اگر به درستی بر اساس کرامت انسانی میگی نباید ما از این واژگان استفاده کنیم، که درود به شرفتون، من باهاتون همراهم، هم. من اینجا با شما همدلم. ولی سوال پیش میاد چطور شما کتابی که این جملاتو میگه به بندگانش ماچ میکنی، وضو میگیری، قبولش داری، بر اساس اون دلا راست میشید و اون حرکات زشت سکس استایل رو در نماز اجرا میکنی، به مانند قنبل شدن و به مانند باگ استایل سگی در حقیقت سجده؟ چطور شما اینقدر کرامت انسانی رو زیر سوال میبرید در نماز خوندن؟ بفرمایید سر تا پا گوشم. بفرمایید. جناب مهدی محو شدید؟ دوستان محو شدن؟ یه چهار تا چیز آوردم دیگه محو شدن. دارم فکر میکنم کلاب هاوس در ایران فیلتره. دوستان ما مجبورن، خانم آندانا اجازه بفرمایید، دوستان ما مجبورن از ایران با وی پی ان و فیلتر شکن وصل بشن که هر چند وقت یه بار قطع میشه. من از جمهوری اسلامی خواهش میکنم لاقل برای طرفدارانش، برای انقلابیون، برای این روحانیون و امثال هم، یک اینترنت درست حسابی در دسترس قرار بده که این دوستان برای دفاع از نظام و بالاخره در آستانه انتخابات بتونن بیان اینجا دفاع بکنن. این چه اینترنتی آخه در اختیار این دوستان قرار میده؟ من از شما خواهش میکنم جناب مهدی و 4-5 دیگه از این آخوندارا سید ترال بکنید و یک جلسه بذاریم، من اون وقت با من وقت بذاریم، یعنی قرار بذاریم، من با حوصله با این دوستان وارد چلنج میشیم و این بحثی که احترام بذاریم نیزم، شما اگه زورتون برسه که ما رو میکشید، احترام بذاریم به خاطر که هژمون گفتاری و هژمون انسانیتون امروز در ضعفه، رفتید پشت جبهه و خاکریز احترام، در حالی که اولین بی احترامی رو کتاب قرآن داره به مردم میکنه. سوراتش مشخصه، آیاتش مشخصه، خدا رو شکرم به قول شما تحریفم نشده. یه چی کتاب 6226 تا آیه، 114 تا سوره، 88 تو مکه نازل شده، 25 تو مدینه. منم یه سه باری وقت داشتم تو سلول انفرادی با اجازهتون این کتابو بخونم. شما نمیتونید صحبت از اخلاقیات بکنید در حالی که خیلی راحت در کتاب قرآن هم لسانی توهین میکنید به مخالفین و هم فیزیکی دستور کشدار مخالفین رو میدید. بنابراین من اپوزیسیون ببخشید در حقیقت تو عالم هپروتتون نیستم. من امید دانا با رضا پهلویش کار کردم، تا بیت رهبریش هم کار کردم، 360 ساعت بازجویی پس دادم و بعد از 2-3 جلسه این بازجوهای من بودن که داشتن در حقیقت بازجویی پس میدادن. من بازجوی وزارت اطلاعاتش رو از اسلام در آوردم. نکته اینه که ما آگاهیم به این کتاب، آگاهیم به فعالیت‌های مبارزاتی، درآمدمونم از این راه نیست که الان نگران باشیم ما رو استیج بیارن، رو تلویزیون دعوت بکنن یا نه. من تلویزیون آقای هماینو بارها اومدم، کل این تلویزیون رو فشکش کردم، باج به کسی نمیدم، دعوت هم میکنن، مشکلی هم ندارم، میرم همه جا میرم اگه لازم باشه. بس بر سر اینه که من متناسب با ماهیت شماها استراتژی خودم رو برگزیدم. این قضیه اینه. کوروش جان کوچیکتم، پس با این دوستان بعدن یه قراری بذار که 5-6 تا باشم با هم دیگه سیر پرال کرده باشیم که یه جلسه خوب داشته باشیم. 1-10 من حاضرم باهاشون مناظره کنم در خدمتتون. آها میگاش، من یه لحظه باگ خوردم. خب ولی یکی این که نکته اول این که شما میگید الله شما این گونه بعد ادبیاتی داره، خب طبیعتا شما قبول ندارید و این ادبیات الله رو که اصلا قبول ندارید. به نظرم ادبیات حالا انسانی رو، حالا اخلاقی رو، آتئیست، هرچی، نمیدونم چه قرائتی دارید. یه نکته دیگه هم بگم که میگید که در قرآن گفته شده که مثلا تعابیری به کار برده شده که در مورد انسان صحیح نیست. آقای امید دانا، شما پستاندار هستید؟ شما چی فکر میکنی؟ قربتون برم آقای مهدی، انسان ها همه پستاندار هستن عزیزم. ب-
بذار یه خورده بذار بحث علمی شد. نه امید جان، انسان ها در رده پستانداران هستن. میدونم، ببین من میدونم ایشون به کجا میخواد برسه. ببین عزیزم، شما به عنوان یک فرد مسلمان صلاحیت گفتگو در چارچوب اخلاق رو ندارید. شما به من نمیتونید بگید که مثلا من بعد اخلاقیات انسانی آتئیست قبول داشته باشم، چون جانم ببخشید، جانم مهدی صداتون قطع شد. خیلی شما شدیداً در حالت سیانت هستید. به نظر من به قوانین کشور احترام بذارید و تو اپلیکیشن هایی که فیلتر شده نیایید دیگه. حالا اینا حالا شاخه به شاخه نشیم. پس قبول کردید شما پستاندار هستید، درست؟ من چیزی اصلا نگفتم. گفتم شما چجوری دوست دارید، با پستون دوست دارید یا بدون پستون؟ خب آخه در تعریف پزشکی انسان‌ها از گونه پستانداران هستند. آیا این خب وقتی چیزی که شما میدونی و تکرار میکنی یعنی خودتون رو دارید به تجاهل میزنید دیگه، پس چرا میپرسید؟ منظورم اینه که هر موضوع و هر کلمه ای رو در کانتکس خودش باید تعریف کرد. خب حالا انشاءالله بعداً با هم صحبت. به هر حال دستتو درد نکنه، حتما گفتگو میکنیم. به هر روی فقط من این نکته رو باز میگم، کسی که اعتقاد به قرآن داره نمیتونه در چارچوب اخلاقیات درخواستی داشته باشه که من اخلاق انسانی یا آتئیست رو برای خودم به کار بگیرم یا نه. چون شما اصلا اعتقاد به کتابی داری که به من میگه زنازاده. تو اگه به اون کتاب اعتقاد داری، داری به من توهین میکنی. سوره قلم داره به ما میگه زنازاده. ما که هنوز این واژگان هم که به شما عزیزان نگفتیم، که تازه اگر ما بگیم مساوی میشیم با هم دیگه. یعنی این قضیه رو خواستم روشن کنم. اگر عقل می شما کار به جایی رسید که آخوند پناهیان که ده ها درجه از همه شماها بالاتره اومد تو صدا و سیما گفت ما یه مشکلی داریم، اخلاقیات رقیب قرآن و اسلامه، اصلا باور نکنید، تو صدا و سیما گفت اخلاقیات رقیب اسلامه. امروز هم یه دوگانه بیشتر نداریم، دوگانه آدمیت و انسانیت یا مسلمان بودن. یا شما مسلمانی یا آدمی، این بین این دوتا رو باید انتخاب کنید، یا انسانیت یا مسلمان بودن. این دوگانه چه چیزی رو میشه؟ من که خودم شخصا فرشتم. شما که اصلا بانو، شما ته فرشته های دمتون گرم، با اون شغلی هم که شما دارید که کلا همه پسرها عاشقتونن. دمتون هم گرم، خدا نگرتون داره برای پسرای مجرد که دیگه بساط این داستان دلالی محبت رو توی اصفهان راه انداختید. من کوچیکتونم، دمتون گرم روی ماهتون رو میبوسم همتونم دوست دارم. از نگاه منم شماها هموطن منید. با اینکه مسلمان هستید، من نگاهم به شما نگاه دکتر به مریضه. از این نظر کوچیکتونم، فکر نکنید قلبا برم میاد ازتون، دارم تلاش میکنم که یه جورایی درمانتون کنم. ما دکتریم شما. آقا امید صدای من رو دارید؟ بله عزیزم، در خدمتتونم. آقا امید ببخشید، خانم مجددی یه لحظه، به خاطره که این بحثم تکمیل بشه، این اشارم، من یه متن پزشکی از ویکی‌پدیا دارم میخونم الان، خوب دقت کنید. بذار من برم بعدا برای بچه پزشکی. آقا اصلا پزشکی به اسلام نمیاد، قربونتون برم. ده ثانیه. اکثر پستانداران از جمله انسانها، زرافه‌ها، والها و خفاش‌ها هفت مهره گردنی دارند. آیا این تو متن پزشکی که انسان رو پستاندار معرفی کرده و در ردیف حیوانات، آیا این توهین به انسانه یا عزیزم؟ عزتمون نکن، قربونت برم، سر کارمون نذار، همش دنبال پستون و آقا شماها رو ولتون کنم با جناح‌گرایی هم الان راه میگه. چی میگی آقا؟ یا همش دنبال پستون بازی هستید یا با جناح بازی هستید؟ الان داری مثلا چی رو به چی وصل میکنی؟ از این اینه سطح علمی دوستان مذهبی، تازه داره تلاش میکنه با من علمی صحبت کنه، سطح اینقدر نازله و گفتگو رو به این سطح شما نزول دادید و دمتونم گرم. من کوچیکم آقای کوروش، آقای نیما، دمتون گرم. سوال بکنم یه 3 ثانیه میگم بهتره شما بفهمید کلا دین زدایی بشه تا اسلام زدایی،
چون دین همه دینا آیه مزخرفیه. ببین عزیزم، ببین من اینا رو بارها پاسخ دارم، هر سری تکراری میشه. ببین شما الان با چی مشکل دارید؟ با اسلام مشکل دارید. وقتی که شما با اسلام مشکل، اسلام داره به تو الان زور میگه، شما مسیحیت و یهودیت و هر چیز دیگر رو پیش بکشی به نفع اون دینی است که الان قدرت رو داره. مثلا ما بارها میشنویم طرف میگه آقا آخوندا که حالا دارن جنایت، ولی کشیشام جنایت کردن، خاخام هم جنایت کردن. بیان این قضیه چون الان جنایت توسط آخوند شیعه داره انجام میشه، این جنایت آخوند شیعه رو تقلیل میده، چون شما آخوند شیعه رو الان میچسبونی به کشیش و خاخام و اینا، بحث درگیری با خود اسلام هم میبری در یک کانتکست بزرگتر دین ستیزی، و اونجا تو داری کمک میکنی ناخواسته به جریانی که الان حاکمه. نه عزیزم، من لیزرم، فقط افتادم رو قضیه این جریانی که الان حاکمه. ببینید مشکل اپوزیسیون اینه، چکشو برداشته به جایی که بزنه به کانون میخ، که کانون میخ اسمش اسلامه، این چکشو داره میزنه به در و دیوار حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان، حقوق اتنیک ها، حقوق قومیت ها و غیره، در حالی که این چکش باید به کانون بخوره. تا زمانی که به کانون نخوره 44 سال که هیچی، 440 سال دیگه جمهوری اسلامی هم باقی میمونه. ما باید متمرکز بشیم رو کانون میخ، وگرنه در دیوار خونه رو خراب میکنیم. 44 ساله تمام این اپوزیسیون، حالا به خاطر فان گرفتن یا عدم درکشون یا عدم شعورشون، کمک کردن به جمهوری اسلامی. برای همین هم هست که الان نظام حساسیت رو ما داره، چون میدونه ما داریم چیکار میکنیم. دمتونم گرم کوچیکم و قربون همتون. مرسی. من بعدن یه برنامه تشکیل میدم، این آقای مهدی و دو سه تا دیگه این روحانی ها که علاقه دارم با شما صحبت بکنن، یه جا جمع میکنم، بیا با همشون صحبت بکنم. پوستشون کلاف باشه فقط دیگه، چیز نشن پوستشون کلاف. بدونم من قلبا دوستشون دارم ولی رندشون میکنم. اشکالی نداره. مرسی که بودی امید جان. بعد شما بشم کوچیکم. دمتون گرم. خسته نباشید. پاینده. سپاسگزارم.